سرخط خبرها عمران خان: پاکستان مسئول اقدامات طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیست. حملات طالبان در ولسوالی های گذره و کرخ هرات مهار شد. کابلوف: طالبان بیشتر از نیم افغانستان را کنترل می کنند. و خانه حشمت خلیل کرزی را طالبان در قندهار تصرف کردند. با یاد خدا به مجموعه خبری این کانال خوش آمدید. لطفاً تا پایان با ما بوده ویدیو را لایک و چینل را سابسکرایب کنید. عمران خان: پاکستان مسئول اقدامات طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیست. عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است که پاکستان پس از خروج نیروهای آمریکایی و متحدانش از افغانستان نمیتواند مسئول اقدامات طالبان شناخته شود. او افزوده است که دولت او سخنگوی گروه طالبان نیست. روزنامه پاکستانی دان گفته است که نخست وزیر این کشور پنجشنبه هفته اسد در نشست با خبرنگاران افغانستان این موضوع را مطرح کرده و گفته است تنها چیزی که ما میخواهیم صلح در افغانستان است. عمران خان افزوده است افغانها باید یک راه را انتخاب کنند، یا راه حل نظامی مورد حمایت ایالات متحده آمریکا را دنبال کنند، یا به دنبال راه حل سیاسی در جایی که یک دولت فراگیر وجود دارد، یعنی دومی تنها راه حل است. نخست وزیر پاکستان همچنین گفته است که جنگ داخلی در افغانستان به نفع پاکستان نیست. و گفته او پاکستان چی علاقه دارد که از کس برای تصرف افغانستان حمایت کند. با گفته او پاکستان به این نتیجه رسیده است که افغانستان هرگز از خارج قابل کنترل نیست. او افزوده است که هیچ یک از طرفهای درگیر جنگ افغانستان نمیتواند به تنهایی این کشور را تصرف و کنترل کند. آقای خان روز گذشته نیز در گفتگو با آیت از جوانان افغانستان و پاکستان در اسلام آباد گفته بود که تأمین صلح در افغانستان و پاکستان امکان دسترسی به جمهوریت‌های آسیای میانه را میدهد و تمام برنامه های اقتصادی پاکستان نیز به صلح افغانستان بستگی دارد. او افزوده است که مردم پاکستان افغانها را برادر خود می دانند و صلح افغانستان برای پاکستان با اهمیت است. نخست وزیر پاکستان همچنین در گفته های اخیر مقامات افغان در ارتباط به حمایت این کشور از طالبان ابراز تأسف کرده و افزوده است این پاکستان بود که تلاش زیاده کرد تا طالبان را ابتدا برای گفتگو با ایالات متحده و سپس با دولت افغانستان متقاعد کند. او همچنین گفته است متاسفانه در افغانستان تصور غلط وجود دارد مبنی بر اینکه تبلیغات هند است و میگوید پاکستان تحت کنترل نهادهای نظامی است. این در حال است که پیش از این مقامات افغان بارها دولت پاکستان را متهم به حمایت از گروه طالبان کرده و از سیاست این کشور در قبال افغانستان انتقاد کردند، اما مقامات پاکستان این موضوع را رد کردند. حملات طالبان در ولسوالی گذره و کرخ هرات مهار شد. دفتر مطبوعاتی ولی هرات میگوید که حملات گسترده طالبان در ولسوالی های گذره و کرخ این ولایت مهار شده است. در اعلامیه که پنجشنبه 7 اسد از سوی دفتر ولی هرات منتشر شده آمده است که در پی درگیری نیروهای دولتی با اعضای طالبان در سایه پل مالان ولسوالی گذره 44 جنگجوی این گروه کشته و زخمی شدند. این اداره محلی افزوده است که در سایه سیوشان و بلند آب ولسوالی گلزره نیز در اثر درگیری میان نیروهای دولتی و اعضای طالبان 30 جنگجوی این گروه کشته و زخمی شدند. با گفته این اداره همچنین در ولسوالی کرخ هرات 7 عضو طالبان به شمول 3 فرمانده محلی این گروه در درگیری با نیروهای امنیتی کشته و پیش از 20 تن دیگرشان زخمی شدند. دفتر ولی هرات تاکید کرده است که نیروهای کافی با اسلحه و مهمات در کمربندهای امنیتی شهر هرات توظیف شدند. مقامات محلی هرات گفته است که عملیات پاکسازی در این دو ولسوالی ادامه دارد. طالبان با نشر یک ویدئوی مدعی شدند که پاسگاه پل مالان را تصرف کرده است. این در حال است که طالبان حملات خود را در دو ماه اخیر در اکثر ولایت از جمله هرات افزایش داده است. بر اثر تشدید حملات طالبان چند ولسوالی از جمله بندر اسلام قلعه به دست طالبان افتاده است. نیروهای دولتی تلاش دارند مناطق از دست رفته را پس بگیرند. کابلوف: طالبان پیش از نیم افغانستان را کنترل می کنند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است که گروه طالبان بیشتر از 50% خاک افغانستان را در اختیار دارند. به گزارش سپوتنیک، زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهوری پوتین در امور افغانستان می گوید
که ممکن طالبان پیشتر از نیم افغانستان را کنترل کنند. فکر نمی کنیم که چنین سناریو کار دهد. هارون معترف در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: کلپ را دیدم که در خانه خلیل کرزی می گفت این خانه را تصرف کردیم و دیگر مربوط کرزیشان نیست و مال خود ماست. با فکر فرو رفتم و مصاحبه حامد کرزی به یادم آمد که به بی بی سی می گفت طالب کی است مگر افغان نیست؟ وقتی که ما یعنی دولت حق داریم که یک اراضی را تصرف کنیم، طالب هم افغان است و حق دارد هر قسمت را که بخواهد تصرف کند. نتیجه گرفتم که این خانه در دست بیگانه ها نافتاده، بلکه بین برادران افغان دست به دست شده و خیر و خیرتی است. این در حال است که طالبان خانه اشمت خلیل کرزی را در قندهار تصرف کردند. افغانستان در آتش جنگ ابرقدرت ها. خبرگزاری افاق: نگرانی جدی برای افغانستان این است که کشور ما به سوریه دوم مبدل شود، زیرا در صورتی که داعش قدرت بگیرد و ابرقدرت های حامی و دشمن داعش به بهانه مبارزه یا حمایت از آن وارد نبرد مرگبار گردند، زمین افغانستان به صحنه این نبرد محیب مبدل خواهد شد که هزینه آن را مثل همیشه مردم عادی خواهند پرداخت. با قیمت ویرانی های وسیع، آوارگی های میلیونی و کشتارهای فاجعه بار. وزارت دفاع روسیه گفته است که داعش از سوریه، لبنان و چند کشور دیگر در حال انتقال به افغانستان است. او گفته است آنچه بیشتر نگران کننده است، در برخی قسمت ها می توان دید که این تحرکات یعنی جنگجویان داعش به گونه جدی سازمان یافته است. او گفته است که این کشور توانمندی های جنگی پایگاه خود را در تاجیکستان تقویت می کند و نیز آموزش های نظامی به سربازان تاجیکی را افزایش می دهد. او که برای شرکت در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده، روز چهارشنبه ششم اسد در دیدار با شیر علی همتای تاجیک خود با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان گفته است که وضعیت در افغانستان به سرعت رو به وخامت است. او گفته است امروز کار مشترک برای خونسازی تهدیدات از خاک همسایگان افغانستان مورد توجه قرار گرفته است. وخامت سریع اوضاع در افغانستان که با خروج عجولانه آمریکا رقم خورد نیاز به اقدامات مناسب دارد که این کار در حال انجام است. روسیه بارها نسبت به قدرتگیری داعش در افغانستان هشدار داده و ابراز نگرانی کرده است. رهبران سیاسی، فرماندهان نظامی و سازمان‌های اطلاعاتی روسیه پیش از این بارها اشاره کردند که داعش در افغانستان به صورت پرسش برانگیز در حال قدرت گرفتن است.